با درود خدمت شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تند و جنجالی آقای علی کریمی خطاب به سران حکومت جمهوری اسلامی و ارزشی ها و سایبری هاشون با ما همراه باشید. لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای علی کریمی در جدیدترین سوری های خودشون هم با توجه به اوضاع داخلی ایران و حرفها و ادعاهای حکام جمهوری اسلامی حرفهای بسیار جنجالی زدند. ایشون با انتشار این خبر که در حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق 11 تن از اعضای سپاه پاسداران کشته شدن نوشت این ارزشی یه چیزی میدونستن تخم نکردن برن غزه به ثبت نام بسنده کردن. در استوری دیگه ای هم با انتشار این عکس از رزی موسوی نوشت الله برکت الله مدیونید چیز دیگه ای فکر کنید داشتن نقشه حمله طوفان الاقصای دو رو تحریزی میکردن بعد هم هشتک سرداران فاسد رژیم فاسد آخوندی رو زد و در زیر عکسش نوشته دختری که همراه سید رضی بود و کشته شد علی کریمی نوشته خاک بر سرتون ارزشی بیبته خوب با پول ملت اشغال میکنن به اسم مقاومت با انتشار این عکس هم با هشتک آخوند دوزاری آخوند مفتخور نوشت تقسیم بودجه 1401 به روایت تصویر با انتشار این عکس هم با هشتک انتخابات طویله مجلس و رژیم کثیف آخوندی با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس نوشت نام اثر دو قدم مانده به انتخابات خواهرم این گل رو بگیر گلولش بعد از انتخابات و نوشت در این دوره‌ای که گذشت یک قانون که برای رفاه و آسایش مردم تصویب شد را در پست آخر کامنت کنید لطفا فقط یکی در استوری دیگه ای هم توییتی رو از فریبرز کرمی زند منتشر کرد که نوشته دریاچه ارومیه خشک نشد بلکه خشکانده شد توسط جمهوری پلید اسلامی تا برای اربابانش لیتیوم تامین کند و تکه استخانی هم خود دریافت کند درست به مانند خشکاندن لزیم در خوزستان برای استخراج نفت بیچاره وطن که در حال نابودی است و صد افسوس برای شرایط نامناسب زندگی هموطنانی که هر روز هم سختتر می شود. بعد از حادثه تروریستی کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی این صحبت های زینب سلیمانی درباره انفجار کرمان رو منتشر کرده که گفته مردم ما قدر شهادت را میدانند و بیشتر به میدان میآیند علی کریمی هشتک ارعر کن ارزشی زینب بنت کتلت و کتلت رو منتشر کرد و نوشت میفرمایند شما شهید چید منم میرم با ثروت ایران در لبنان شهر نو میزنم و نوشت خاک بر سرت مزدور خامنه ای در سوریه دیگه ای هم با انتشار این عکس از خامنه ای و سران نظام هشتک رژیم کثیف آخوندی رژیم فاسد آخوندی رو زد و نوشت عامل بدبختی ایران و ایرانی به اضافه مزدوران رژیم آخوندی در یک قاب بالای اون هم نوشت ارزشی حرومزاده گفتم یکم بیشتر فعالیت کنی پول کثیف بیشتر ببری سر سفرت در سوریه دیگه ای هم با هشتک محکمتر به مال پهلوون نوشت برای پست و مقام و ارتقای شغلی کمتر به مال زخم شد تو اگه گوهی بودی نیاز به پاچهخاری نداشتی فقط در رژیم کثیف آخوندی میتونی فقط با خایه مالی و چاپلوسی به پست و مقام برسی فقط یه چیزی محکمتر باید به مالی تا بگیری بعد هم این صحبت ها رو از احمد وحیدی وزیر کشور منتشر کرد که گفته بخشی از کسانی که در انفجارهای کرمان نقش داشتند دستگیر شدند. علی کریمی هشتک زد زارت و نوشت دستگیر شدند یا در تشییع شرکت کردند. بعد هم با هشتک کرمان این متن رو منتشر کرد که نوشته ما روزی از عدد بودن نجات پیدا می کنیم که برای جان خود ارزش قائل باشیم هنگام خاک سپاری قاسم کتلت بیش از هفتاد نفر زیر دست و پا کشته شدند فردایش وطن امروز در تیتری بیشرفانه نوشت کرمان به قربانت هرگز نامان هفتاد نفر را هیچ کس ندانست مقصر آن هرگز معرفی نشد هرگز کسی برای آن فاجعه هولناک توبیخ نشد هیچ مقامی حتی یک درجه نزول رتبه نکرد آن هفتاد نفر که بودند تعدادی هم کودک در میانشان بود آنها اعدادی به حساب می که باید در تیتر کرمان به قربانت جا می شدند در سال مرگ قاسم کتلت بیش از 100 نفر کشته شدند بدون شک این 100 نفر هم به آن هفتاد نفر پیوستند جماعت بیناممان تا وقتی مردم خودشان برای جان عزیز خودشان ارزش قائل نباشند سیاهی لشکر به حساب آمده و شمارگانی خواهند بود تنها برای عدد سازی و غیره بس است ما یک روز در سینما رکس آباد زنده زنده سوختیم و یک روز زیر دست و پا و یک روز سیاهی لشکر نباشیم. در سوریه دیگه ای هم با انتشار واکنش مهران رجبی به انفجارهای کرمان که گفته هنرمندان نگران لشکر فهاش فضای مجازی نباشند هشتک بیهنرترین افراد تاریخ رو زد و نوشت البته منظور این خایمال هنرمندهای خایمالی هستند که به لطف انقلاب زن زندگی آزادی به نقشی رسیدند در غیر این صورت باید در مهمانی ها دنبال نقش میگشتند در استوری دیگه ای هم با انتشار تصاویری از رژه مشترک سپاه و هشت و شبی نوشت دوتا قلاب ماهیگیری هم بدید ببینم ارزه دارن دوتا ماهی بگیرن؟ در استوریه دیگه ای هم صحبت دختر بزرگ قاسم سلیمانی رو منتشر کرد که گفته بود خون حادثه کرمان درخت نظام رو تناورتر میکنه علی کریمی هشتگ زد فهمیدن سخت نیست مزدوران خامنه ای و بن علی کریمی پرسید به راستی سخت است فهمیدن این حقیقت که جان مردم ارزشی برای این رژیم نداره و نوشت سخت است فهماندن به کسی که سودش در نفهمی است در سوریه دیگه ای هم با هشتک مزدور صادراتی سی بیشتر بدی همه جا میان نوشت تکلیف مزدوران داخلی که روشنه اما بعضی ها هم مزدوران صادراتی هستند از این ور آب برای رژیم آخوندی ماله میکشن اسمش بده ولی پولش خوبه و نوشت چه هرومزاده های مزدوری که چهرهشون نمایان شد با انتشار این صحبت های جو بایدن که گفته حملات ما و سایر کشورها پاسخ مستقیم به حملات حوسی ها بود با هشتک زرزر سخت در راه است نوشت غزه رو که پیچوندین حداقل یه سر به حوسی ها بزنید ارز شیای بیبوته. با انتشار عکس دردناکی هم از یک بانوی محجبه ایرانی در میان زباله ها به دنبال یک لغمنان هشتک لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای و رژیم فاسد آخوندی رو زد و نوشت دلخوش به این مقدار نباشیم. در استوری دیگه ای با هشتک آریامهر بزرگ و ایران نوشت در 26 م دی شاه نرفت آنچه که رفت شادی و آرامش رفاه و آسایش صلح و مدنیت اخلاق و ادب استقلال و آزادی امنیت و قانون برابری و عدالت سازندگی و پیشرفت عزت و احترام حیثیت و آبرو هویت و غرور ملی و در آخر ایران بود که رفت بعد هم توییتی رو از محمد پارسی منتشر کرد که نوشته با تایید شورای نگهبان سن بازنشستگی رسما به 42 سال افزایش یافت. اگر سن شروع کار رو بعد از دانشگاه و سربازی 24 سالگی در نظر بگیریم، سن بازنشستگی می شود 66 سال. طبق آمار رسمی میانگین سن فوت هم در کشور 66 سال است. به زبان ساده یعنی ایرانی ها قرار است فقط بعد از مرگ بازنشسته شوند. علی کریمی نوشت اختلاسی به وسعت ایران. بعد هم با توجه به حملات متقابل ایران و پاکستان علی کریمی نوشت تن لات کوچه های خلوت منطقه به رعشه افتاده لال شده و هشتک سراوان و رژیم جنایتکار آخوندی رو زد و نوشت ارزشی های مزور خودتون رو برای یک سفارت نوردی دیگه آماده کنید با انتشار این تصاویر جنجالی هم از مجری حکومتی ژیلا صادقی که این روزها در فضای مجازی بسیار پر سر و صدا شده نوشت مردم ایران فراموش نمیکنن هرزگان حکومتی رو و بعد هشتک پرستوی نظام ژیلای نظام و هرزه نظام رو زد و نوشت پرستو قدیمی شد رفتن سراغ ژیلا با انتشار این عکس پرمعنا هم نوشت جمهوری اسلامی نزدیک انتخابات با هشتک کتلت جدید و کتلت پزون هم نوشت خدایا کتلت رو از سر سفره مردم حذف نکن ارزشی ها پاشید برید با شما کاری ندارن چون شما رو اصلا آدم حساب نمیکنن که کتلتتون کنن با انتشار ویدیوی دردناک و پر از بغزی هم نوشت 20 سال از ترکیدن این بغز میگذره و حکایت همچنان باقی است بعد هشتک رای نمیدهم رای بی رای و رژیم کثیف آخوندی رو زد و نوشت جمهوری اسلامی هر روز گندتر از دیروز به روایت تصویر در استوری دیگه علی کریمی با هشتک آخوند دوزاری و رژیم کثیف آخوندی نوشت امبرنسا شده 45 هزار تومن ولی هنوز با آخوند میگن آخوند دوزاری بعد بگین صبات قیمت تو این 45 سال نداشتیم بعد هم با انتشار خبر جنجالی رد صلاحیت شدن حسن روحانی که هشت سال رئیس جمهور ایران بوده واکنش حسن روحانی رو به رد صلاحیتش منتشر کرده که گفته باز هم باید رأی داد هشتک آخوند دوزاری رو زد و نوشت باز باید گفت گوه نخور حسن بعد هم با انتشار خبرهای جنجالی از اطلاع رسانی آمریکا یک هفته قبل از حمله تروریستی داعش خراسان در کرمان و در سالگرد قاسم سلیمانی این دو توییت رو منتشر کرده با هشتک مزدوران خامنه ای که حسین سارمی نوشته خبر وال استریت جورنال و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه پیش از حادثه کرمان به ایران هشدار داده با سایر مشاهدات مطابقت دارد در خاطرم هست در همان ایام یکی دو برنامه رئیس جمهور هم یا دچار لغو شد یا تغییر کرد عدم حضور اشخاص مهم در کرمان هم بعید است بی ارتباط با گزارشات روزهای قبلش باشه کاربر دیگه ای نوشته خب پس یادداشت میکنیم جون دختر بچه کاپشن صورتی با گوشواره قلبی برای آمریکایی ها مهم بود ولی برای جمهوری اسلامی اصلا مرسی از این خبرنگار حکومتی که گزارش رو تایید کرد هرچند وجودش رو نداشت و توییت رو سریع حذف کرد ولی خب طبق معمول دیر بود علی کریمی نوشت بی از این حرف هستند مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.